Sarp? Bale. آه. خیلی خوب. آقایون، با شمارش من. یک، دو، سه، شروع شد. اتاق رئیس طبقه سومه؟ آره، همون پنجره بالایی است. کدومش؟ همونه دیگه، همون بالاییه. کاش یه تیرکمونی چیزی داشت. تیرکمون برای چی؟ باید با سنگ بزنیم بشکنیمش. اون که کاری نداره جمشید خان، شما اراده کن، من با سنگ میارمش پایین. ساکت باش. راست میگه بچه زرنگ، این خیلی سنگ انداخته جلوی پای مردم. میتونه عمو جون، فرمایش شما متین، ولی بحث سنگ نیست، باید اندازش کنه، باید بندازش اونجا. این ضربه دستش خیلی خوبه، همه کاراشو میندازه فردا، پس فردا، پس همین فردا. میتونه، خوب میندازه. حالا ببین، شما که داری تیکه میندازی، ولی برای اینکه جوری جمشید خان اینا زایی نشم، همین الان میارمش پایین. با سخه یارم بشکنیدیش، بیا خودشون بزنن. شکست، شکست، دقیق زدی. صدای شیشه اومد، خوب سالمی که شیرینی بخورید، سنگ میدازید. پرویز خان چرا میزنه قبل اینکه من توضیح بدم؟ این سنگی که من برداشتم مرنیش بود، عقب بود. وگر اندازگیری من درست بود، فقط انداختم عقب رفت. دهنتو ببر. چه عقبی خودتی؟ حرف مفت نزن. این داره جره بس میکنه. آقا جون یه دقیقه بسید. اینجوری نمیشه. اون شیشه باید بیاد پایین که سریشه. آقا ما شما رو بردیم برای چه کمکم کنم؟ خودت برو سریش کن دیگه. من بشکنم؟ آقا من یه چیزی میگم، خودتون قضاوت کنید. بند سنگ بگیرم دستم، برم پای اون شیشه، بخوام پرت کنم یکی رچه نمیخنده بگیر خاک تو سر اون رئیسی که خودش داره سنگ میزنه و افرادش وایسادن. آقا خب چرا داداشت نمیزنه؟ آقا من تخصصم از کار انداختن سیستم‌های عامل امنیتی فوق پیشرفته جهت عدم دیده شدن انسان‌ها. آفرین. آفرین. ببرو دهنتو. آقا بسپرید به من. من خدا بردی بشی کنم، بگیرم اینجا این شیفا بگیرم. ما فرشت خان، اگر من اشتباه زدم منحنی سنگ رو به عقب بود. اگر شما که دست تابلوه میلرزه نمیتونی بزنی اون رو بشکنی. دست من میلرزه بانجو، دست خودت میلرزه. کجا دست من میلرزه؟ آقا اجازه بده داداش، اصلا نمیلرزه، خدایی نمیلرزه. عمو نمیلرزه، شما نمیخواد بری. عمو الان اون شیشه که اصلا همسایه میاد بیرون میخواد بری اونجا تابلوه. من خودم حواسم هست چیکار میکنم. ببین چون عمو موافق. آقا شما یه چیز بهش بگو. آقا من موافقم. عمو جون بفرمایید. بفرم. چیشو؟ موافق باشی عمو جون. ما شما رو بودی کمک کن دیگه. عمو من بده شیشه بریزه رو سر شیشه. من موافقم. من رئیسم موافقم. دست این میلرزه الان سنگو میزنه تو شیشه زندان ما. شیکو خدایی زد وسطش. وای کلش یک. کاری نداشت. خیلی خوب آقایون، خوشو بشو بذاریم بره بعد. تقدیر میکنیم بعدن از عمو جانش باشه. الان طبق نقشه، خواهش میکنم طبق نقشه، بعد اینکه شیشه اومده پایین الان باید صبر کنیم تا به اون شماره که تو اون آگهی پخش کردیم زنگ بزنن. خب بخوابید، بخوابید. الان تو این شرایط چجوری میتونیم بخوابید؟ نگهبان. آقا برو کن. من دوباره نمیخوام برم زندان. چه این وضعیت پیچیده و حساس، باید یه اعترافی بکنم. اون شماره ای که زیر آگهی درج شده الان خونه نام زدن. مگه نگفتی از دختر خود افسانه میگیری؟ مگه نگفتی حله؟ بابا افسانه که مشکلی نداره، که مشکلی میگی در این وضعیت پیچیده و حساس افتاده دست آقا بهشا. مگه نمیگی نامزدته؟ چرا؟ خب برو بگیر ازش.
آخه نمیشه همین شخص مرده نسل آخو بهشت هی ریسته به همون به همون به تحویق بیندازه. آقا این یعنی چی الان؟ یعنی اون قریب که زمان رسیدن این دوتا رو تبدیل کردم من دفتر جدیبم رو تبدیل دکردم. آقا من متوجه شدم ما الان شیشه رو بی خودی شکندیم. نقشه من به گوت رفت. بعد نقطه سرخط از اول یه نقشه دیگه بکشم. داداش هر شکست آغاز یه پیروزیه. اینو باید کدوم توالت نمیشه بودم؟ برای هرچی مردم آزار لعنم. رفت. بگرم اون رفت. آقا اصلا نقشه رو عوض شد. چرا دیگه آقا این نقشه ما رو خراب کرد. در کدوم توالت نمیشه بود؟ میری. گوشی رو از آقا بهشاد میگیری بیاری این بچه آدم. میفهمی چی میگم؟ شوخه میخوام. ببین من اصلا قادر باز شوخی ندارم. بگه نمیدازم تو توالت که هر چی این داری تعریف میکنه همونجا تو بخون تو برای بقیه تعریف کنه. همیت خواهش میکنم من فقط قادر به انجام این کار نیستم. تو چی کار کنم؟ آقا شما مگه اسمت قادر نیست؟ جمشید آقا شما یه چیزی بگو. میگم مگه شما اسمت قادر نیست؟ چرا دیگه؟ پس قادری خفه شو برو دنبال تلفن. بله همه دوربینا هم چک کردم کسی نبود. خانم مفاخری شما چه انتظاری داری از من؟ من چجوری میشم همزمان هم پایین باشم پشت میزم همون موقع هم بالا باشم؟ خب یه خلو چلی پیدا شده زده شیشه رو شکونده. قبل از اینجا هم زده شیشه خونه همسایه رو شکونده. نه من دیدمش نه همسایه دیدتش. بازم هر چی شما بگی رو چشم. چشم باشه چشم. شبتون بخیر. یه خواسته داریم انجام نمیدن همینجوری هزار تا خواسته از آدم دارم. معلوم نیست تو این شرکت باید خواسته چند نفر ما یکی برآورده بکنم. آقا سلام عرض شد. ببخشید بعد موقع مزاحمتون شدم. چون شما خودتون فرمودین 24 ساعتی میزنین من زنگ زدم ها. چیو؟ شیشه. گوشی نگهدار، گوشی نگهدار. خانم بچه ها نگهدار. بده من. الو. یه بار دیگه بگو چی گفتی؟ آقا مگه شما 24 ساعتی شیشه نمیزنی؟ مرد حسابی من 24 ساعت شیشه میزنم. چی داری میگی؟ بله دیگه مگه شما تو کار شیشه نیستی؟ شیشه؟ چه شیشه ای؟ چی داری میگی تو؟ آقا من از رو آگهی خودتون زنگ میزنم. شیشه جمشید. اینجا گفته شما 24 ساعته برای مشتریاتون خدمات دارین. الکی آگهی میزنی؟ بابا حتما خط رو خط شده. شماره چند میگیری؟ 0905 666 9865. بله شماره درسته. خب خدا خیرت بده. بابا این شماره دومادمه. دومادم که نه خواستگار دخترمه. یعنی پسر خواهر خانوممه. ولی تا اونجا که من میدونم تو کار شیشه نیست. مگر اینکه جدیدن رفته باشه تو کار شیشه. شما مطمئنی؟ یعنی اونجا شیشه بری نیست؟ اینجا نوشته شیشه بری ها؟ من مطمئنم. ولی شما زیاد مطمئن نباش که این موقع شب شیشه بر گیرت بیاد. مگر اینکه شیشه بخوای. به هر حال من ممنون دارتم. ببخشید بعد موقع مزاحمتون شدم. شرمنده. خداحافظ. چی شده؟ میگم کی رو خط بود؟ تفلک دلبر خانم از صبح تا حالا 10 بار زنگ زده. همش حال نگار رو میپرسه. فکر کنم هایی باقاست با تو کار داره. هایی باقا چه؟ بهشاد با اون بچه چی کار داری؟ بله بابا. میگم بابا چند وقت این گوشی رو داری؟ گوشی رو از وقتی که با مامان رفتیم خریدیم دیگه. گوشی رو نمیگم سیم کارت رو میگم. آها سیم کارت حدودن از وقتی که قادر از زندان آزاد شده. بابا حدود نمیخوام دقیق بگو. دقیقاً همون روزی که قادر از زندان آزاد شد دیگه. چطور مگه بابا چیزی شده؟ میگم این روزا که زنگ نزد ازت جنس بخواد. جنس چی؟ شیشه. شیشه چیه بشه؟ شیشه مواد مخدره. میگم بابا طوره نمیگم و قادر رو میگم. نمیدونی این روزا آگهی داده واسه کار شیشه؟ مگه کسی واسه شیشه هم آگهی میده؟ بابا
ببین افسر جان، میگم که قادر رو از نزدیک دیدی؟ لاغر نشده؟ چشاش گود نرفته؟ بابا جان شما کی اجازه دادی من نزدیک ببینمش؟ همیشه از دور میبینمش. خب از دورم آدم ها همیشه لاغرتر به نظر میان دیگه. مثل هواپیما دیگه، رو زمینه بزرگه، وقتی تو آسان ها کوچکه. ای بابا نخواستم. بابا یه شاگرد داشتم توی آموزشگاه، خیلی خنگ بود. همه یه خانواده‌اش دکتر مهندس بودن ها. یه خواهر دوقلو هم داشت، اونم دکتر بود. گوشت با منه؟ بله. یه شاگرد دیگه هم داشتم، خیلی اون باهوش بود، مخ بود. اونم دکتراشو گرفت. اتفاقا دست بر قضا هر دوشون یه روز امتحان شهر داشتن. روزی که اینا اومدن امتحان بدن، امتحان شهر رو بدن، خیلی خیلی به طور اتفاقی فهمیدن که سال تولد و روز تولد و ماه تولدشون هر دو یه روزه. بعد حرف و حرف و حرف فهمیدن ای تو یه بیمارستان هر دو دنیا اومدن. خلاصه شکایت و شکایت کشی و پیشو گرفتن و آزمایش و اینا، فهمیدن این دوتا تو بیمارستان جا به جا شدن. باورت میشه؟ حالا من اصلا اینا رو چرا بر تو گفتم؟ برای این که بگم الان اینا هر کدوم دوتا مادر دارن، دوتا پدر. البته ژن خیلی مسئله مهمیه. از قدیم گفتن تره به تخمش میره، حسنی به آقاش. ولی خب مادر اون کسی نیست فقط که بچه رو به دنیا آورده. مادر اون کسیه که برای بچهش مادری میکنه، فرزندش رو بزرگ میکنه. حالا این دوتا شاگرده شما هم که میگید تو بیمارستان اشتباه شدن دیگه. پدر مادرشون نیومدن از بچگی بهشون بگن دخترم دخترم، بعد که بزرگ میشن ببینن همین عزیزترین کسشون از اول زندگیشون تا الان بهشون بزرگترین دروغ زندگیشون رو گفته دیگه. حالا الان من حیصل مجموع اینا رو برای چی میگی؟ میخوای ترمز خالی همطوری بری سراغشون؟ خب حالا جون من میخوام قصه زندگی خودم بدونم دیگه، نمیتونم سرمو بندازم پایین حرفی نزنم. منم نگفتم سرتو بنداز پایین و سر به زیر باش و سر از قضیه در نیار. میخوای از این قضیه سر در بیاری؟ خب سر در بیار. ولی تو همین الانم از همه سرتری. این پدر مادر زحمتتو کشیدن، بزرگت کردن. من نمیگم سرسری از این موضوع بگذر، من میگم خاله جون سری که درد نمیکنی بی خودی دستمال نمیبندن. خب خاله جون من حق دارم بدونم که گم شدم، پیدا شدم، اصلا شاید دزدیده شدم. بابا اصلا مامان بابام کیان؟ زندن؟ مردن؟ اگه زندن اصلا واسه چی منو ول کردن؟ همچین میگه انگار خانواده تناردیه تو رو دزدیدن، بردن اتاق زیر شیروانی حبست کردن، با الیور تویست هم توی کاسه غذا خوردی. بابا اینایی که تو میگی دو تا آدم باید اجیر کنن تا این بازرس جاوه بگردن این مسئله حل کنن. سرگه خاله ببین خاله، من میگم که حمید اولین باری که تو رو دید تو میخندیدی؟ خاله تو دانشگاه بود. آها تو دانشگاه. گفتم دیگه تو با خنده ها دل بچه ما رو بردی. یه جوری گریه میکردی که بچه رو زره تر. تو خیلی سایه شدم، خیلی بدم. نه باری خود استراحت کن، بخواب خاله، بهتر چه گریه نکن. گریه نکن، بخواب خاله. اهل موسیقی هستی؟ اهل موسیقی؟ موسیقی؟ من موسیقی گوش میدم، ولی اگه منظورت اینه که ساز کمونچه بزنم خودم نمیزنم. داری؟ ساز کمونچه؟ نه آهنگ موسیقی؟ آره دارم. آخه من باید یه ذره موسیقی گوش بدم. آخه تو از اون بچه ها بودی که وقتی میخواستی بخوابی مامان بابات برات لالایی چیز اینه حبیب آقا و دلبر خانوم خیلی زحمت کشن، چقدر صبر و حوصله داشتن. تو
من دارم الان میرم تو ماشین برات میارم خاله جون. اینم سب کنم میرم برات از ماشین آهنگ میارم. خاله اونو چیه؟ چیزی از همونو بذار. اینا؟ اینا مال قادره. اینا رو اگه زمستون تو غار خرسا بذاری خرسا از خواب زمستونی میپرن. نه گیر نکن میرم میارم. مام خونسردی خودتو حفظ کن. من موقعی هم که بچه بودم، موقعی که مشغول می‌نوشتم دور همه نکات مهمو خط می‌کشیدم که بتونم بهش رجوع کنم. دور اینجا هم خط کشیدم که بتونم بهش رجوع کنم. بعدش من کل حرف شنیدم اینجا کلی اتفاق افتاده. می‌خوام بدونم قضیه چیه؟ از کی شنیدی اون وقت؟ اونش مهم نیست. مهم اینه که راجب من افسانه نباشه. نخیر، راجب حمیدو نگاه. ای مامان دارم حرف می‌زنم، کجا میری؟ بابا می‌خوام از تو ماشین کاست آهنگ بردارم. خب من اینجا نیستم زدین تو کار عشقا حالا. به چی میگی؟ برای نگار میخوام. خب ماما یه دقیقه جا بمن. بابا شما که داری کار همه رو انجام میدی یه دقیقه بپر بالا سیم کارت من از افسانه بگیر بیا پایین. اولا که سیم کارت تو دست افسانه چیکار میکنه؟ بعدش هم این وقت شب شبپرم نمیپره. ببین ماما یه دقیقه گوش کن. رئیس من قراره زنگ بزنه. اگه زنگ بزنه تلفن افسانه جواب نده من تو کارم لنگ میمونم. خب رئیست با یه دونه سیم کارت دیگه زنگ بزن بگو شماره هم اینه. ماما یه دقیقه وایسا. ببین اون سیم کارت برای شرکته. همه اطلاعات شرکت تو اون سیم کارته. بعد مشکل اینه که آقا بهشت این سیم کارت رو از افسانه تسخیر کرده. بعد اگه اون اطلاعات به بیرون درد پیدا کنه همه از چشم من میبینن. همه میشه مانع پیشرفت من. نه ترس تو قده سرطانی هم بشی یا جای پیشرفت نداری. ماما یه خیلی خوب دیگه یه رگه چند تا آهنگ پیدا کنیم. دستت درد نکنیم. کلت دکه کلید رو بده. کلید رو بده. نه خاله 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 نیستش. سلام منم قاده. سلام آقا قاده. تنهایی؟ من؟ آره دیگه. حمید با تو نیومده؟ نه حمید کار داشت تونست بیاد. شما خوبی؟ اصلا. بفرمید اینا برای شماست. خیلی ممنون. ببخشی میتونم ازتون بپرسم که شما چرا با حمید دعواتون شده؟ بله میتونیم بپرسین. اما خب اگه قرار بود شما بدونید حتما حمید تا الان بهتون گفته بود دیگه. بابا من حمید که اصلا با هم این مشکلا نداریم. بفهمید خود حمید. حمیده؟ بله. الو سلام. مشکل سیم کارت حل شد. منم الان جلوی در خونم. خود دارم میبینمه. کجا؟ سپو ساکه تابلو نکن اینجوری. نگاه میفهم بعد راه میفتیم یادیم ولی جمشید و فرشید با من اصلا سلام نیست بینیم بعد. ببخشید ما ویروس نای و مری داریم. توفونت بربری داریم. ببین گوشی رو بده نگاه. چی هست؟ چیزی هست برات خیلی خوش. نه الان داریم. اما خانم هم ساکه دارم. امون نگارم. امون قول بدم. الو حمید. سلام نگار. خوبی؟ بهتری؟ واقعا مهمه برای تو که حال من چطوره؟ ببین اگه صدا نمیاد اون بغلش فشار بدین صدا میره بالاتر. نمیاد چرا؟ تو اگه واقعا اهمیت میدادی به من که اینجوری منو ول نمیکردی به امون خدا بری دنبال کارهای خودت. هر مردی اهمیت میده. مثلا شما فکر کن من به افزونه واقعا اهمیت میدم نگار خانم. همین تو اصلا حالت هست که من تو چه وضعیتی هستم؟ تو چه حال و روزی ام؟ بعد تازه رفتی خونه‌رم پس دادی. انگار من انگار ما چند روز دیگه عروسیمونه. آبجی چی شد؟ اومدم آجام اومدم. پای تلفن بهت گفت با قادر پیش‌دست کار داره؟ نه ولی به شماره قادر زنگ زد. بابا جان شاید شماره رو اشتباه گرفته باشه. نه شماره رو اشتباه نگرفت چون ازش پرسیدم دونه دونه نمره رو گفت. ببین تو مگه نمیگی آگهی چاپ کرد؟ خب شاید شماره رو اشتباهی چاپ شده. آره اصلا شاید گوشتون اشتباهی شنیده. یعنی چی گوشت اشتباهی شنیده؟ بهشاد تو که مطمئن نیستی. خواهش میکنم به خاطر هیچ و پوچ آبجی متانت من دلواپس نکن. آره آبجی چی شد؟ اومدم آبجی اومدم.
بس باش من خودم جوابش میدم. بابا جان وایس یه دفعه وایس که من جوابش میدم. بابا جان خودم جواب میدم. باش باش شرط درست نکنی. شرط آف جان بفرمایید تو بهشاد اومد. بفرمایید. بفرمایید. ما دست شما و پسر نباش شب آسایشه شده باشیم اینجا. علیک سلام. حال من خوبه، حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. متشکرم. آقا من حوصله کل کل ندارم. این سیم کارتو بده، کار دارم میخوام برم. کدوم سیم کارت؟ همین که دست افسانه بود شما چنگش در آوردید. اون سیم کارت به خاطر نقض قوانین خانوادگی تا اطلاع ثانوی توقیفه. توقیف یعنی چی؟ بده زودتر، قادر منتظره، باید بهش بدم. به کار میکنه بابا. اتفاقا به خاطر اینکه کار میکنه توقیفه. من نمیفهم شما از جون این بچه من چی میخوام؟ شما شرط گذاشتی که باید بره کار پیدا کنه. بچه من خودشو به آب و آتیش زد، رفت سر کار. بعد اونجا متوجه استعداد نهفته‌اش شدن، خیلی کارهای کلیدی شرکت رو به ایش سپردن. چرا شما مانع ترقی بچه من میشی ها؟ حالا که داره ترقی میکنه فقط برای که بهش دختر ندی؟ بره سیم کارتو با ما کار داره، میخوام ببرمش بدم. شما سنگ پسرتو به سینه میزنی، منم سنگ دخترم به سینه. پسرتم به هر کجی که برسه تا من خیالم راحت نشه دختر بی دختر. شما سنگ دخترتو به سینه میزنی یا جلو پای بچه من سنگ میندازی؟ ها؟ خیلی عجیبه. بابا مردم بچهشون یه شب بازداشتگاه میمونه، 6 ماه تو خونه این پروانه دورش میچرخن، ریکاوریش میکنن. بچه من بعد 6 ماه از زندون آزاد شده. من به خاطر شرط شما برای که این دختره میخواد تو خونه راش ندادم، خونه دل خوردم، با تنهایی خودم کنار اومدم. شما هم کم مونده بود دور این محل سیم خاردار بکشی، خودت بشینی پشت کاتیوشا همینجوری بچه منو با تیر بزنی. بده سیم کارتو بابا، کار دارم میخوام برم. حالا این موقع شب داری منو سوژه میکنی؟ ببین دختر بی دختر سیم کارتم ندارم. ایوا کجا رفتی؟ بیا سیم کارتو بابا بیاییم بریم رازیش کنی، زودتر سیم کارتو بگیریم. من چی شد؟ هیچی عزیزم، برو بخواب، قربونت برم، چیزی نش. قالی جون تو راضی کن بابا، تو سیم کارتو بگیر زودتر به من بده. نه نه خاله من نمیرم، من کجا برم؟ اگه حال بابا رو ندیدی من میترسم. میدونی حمید، من واقعا فکر میکنم تو دنبال یه بهونه هستی که بزنی از بیخوبونه این ازدواج رو خراب کنی دیگه. آره چه حرفی داره میزن نگار؟ من خودم این همه سال زحمت کشیدم، حالا دیوونه میام بزنم زیرش بگه عقلم کمه. بد داری حرف میزنی با خانومه. گوشید داری بد باش حرف میزنی. آقا تو بگی بخواب دیگه. یعنی چی بد بگم؟ چه خوابی دارم بکنم؟ حالا خانومه ده احساساتی شده، دارم میبینم. تو آقا باشه چی باید بگم بهش؟ آقا هرچی داره میگه اون تایید کن. تو حمید جام چون هم این نیستش که تو چی میخوایی بهش میگی؟ یه چیزی بگی که اون دوست داره بشنوه. چی بگم اما؟ آقا بگو تو این قربتی که هستم دارم میمیرم، حالیت نیست. نگاه دستت تو دستم میخوام بگیرم، حالیت بابا میشه ساکت چی اینه؟ با منی؟ نه نه عزیزم با تو نبودم که. پس با کی هستید؟ با یکی. حمید کی پیشته؟ نه بابا از این کودکان کار. اینجا ول همین که داره این شیشه میشه رو پاک. واقعا که حمید خداحافظ. گوشیم گوشیم نگار خانم گوشیم ببخشید از میخوام، ما کودک کاریم؟ بی خیال چی؟ یو هر چی دلت بخواد به ما بگو دیگه. واسه یه لحظه بلا همین من اصلا من یک کلمه با همین اصلا ندارم، اصلا حرفی با همین خواهش میکنم. ببین نگاه خانم به خاطر من یه خورده شفقت، یه خورده عطوفت بابا. چی یه دقیقه بذاری اجازه بدی علو جانم همین قادر گوشه بده نگاه باشه گوشه به خاطر من وضعیت ما رو ببینیم یه خورده آرامش داشته باشه. بفهم علو ببین میتونم چیز بهت بگم؟ آقا فعلا اینجا بمون، نرو. چرا اون وقت؟ برای که من دارم بهت میگم. ببین حمید، من همین الانم اشتباه کردم، اومدم خونه خاله متانت موندم، نباید قهر میکردم از خونمون. الانم باید زودتر برگردم پیش مامان بابام ازشون عذرخواهی کنم دیگه. بله کاری نداری؟ بابا من دارم بهت میگم عجله نکن دیگه. واسه چی؟ آقا مگه تو این همه سال بابای تو شرط نذاش برام، کلی سنگ انداخت جلو پام نذاش ما به هم برسیم. خب شاید من الان یه سری شرطا دارم براش. چه شرطی؟ ببین نگاه تو که اوضاع شرکت و خونه و جیب من خبر نداری که، و خواهشم بهم اعتماد کن همینجا بمون میشه خاله. آقا اصلا بذار برای آشتی کردن اونا بیان اینجا،
اینجوری منم یه فرصت پیدا میکنم تکلیفمو بابات معلوم کنم. همین تو داری بابای منو تهدید میکنی؟ نه بابا، کی میگه دارم تهدید میکنم نگار؟ خب وقتی که میخوای شرط بذاری یعنی داری تهدید میکنی دیگه. ببین تهدید یعنی در تنگنا قرار دادن انسان بر اساس شرایط موجود، که تو دقیقاً داری همین کارو میکنی. آفرین داداشم. آقا میشه حرفای خصوصی منو گوش نکنید؟ آقا کی حرفای خصوصی تو رو گوش کرد؟ اگه انسان پرده گوشش هم قطع شده باشه حرفای شما رو این فاصله میشنافه. بابا الو نگار، با این دیوونه هستم. ببین تو من گوش میکنی نگار؟ آره خواهش میکنم ازت دو روز دیگه اینجا ببین. ببین حمید، من یکی دو روز دیگه فقط به خاطر این حرف تو، یعنی فقط به خاطر حرف تو دیگه خونه خاله متانت میمونم. اما اگه بفهمم داری به مامان بابای من فشار میاری دیگه نمر نه تو. اتفاقا من اصلا نمیخوام بابات فشار قرار بدم، اتفاقا میخوام فشارش کم کنم. باشه خدافظ. بفرمایید. دیدی ما آرامش همه چی حل میشه، همه چی میدی پسر. خدافظ. چی شده همید؟ جمعی چی؟ آقا حرف نزنید دیگه. طوری نشده، طوری موهاتی خوره به هم ریخ. بی برو راضیش کن این سیم کارتو بگی بیاد به من. تو که خودت اینو بهتر از من میشناسی، اگه یه کاری نخواد بکنه من نمیتونم راضیش کنم. چیه بابا تو میتونی راضیش کنی؟ یادت اون وقتا از این رو دم خطا میذاش گذاشته بود؟ یعنی چکمه ها میگفتی به اشاره. من هر وقت اینا رو میبینم یاد چکمه میفتم، یاد زمستون میفتم، سردم میشه. بزن اینا رو اونم زرد. یادت رفته؟ خب چه اون موقع حرف منو گوش میکرد، الان که دیگه اصلا حرف گوش نمیده. من که میدونم تو باش حرف بزنی راضیش میکنی. ده برو برو راضیش کن. نمیشه آبجی. نمیشه ده میشه دیگه بابا، برو راضیش کن تو هم. ای بابا حساب تو کار دارم با قادر بدبختم در وایساده، این دخترم تک تناس با این الان. نگار چی شد؟ بهتون گفت مشکلش چیه؟ آبجی تونستی از زیر زبونش حرف بکشی؟ اگه من بگم شما سیم کارتو میگیریم به من بدین؟ آره بس اول سیم کارتو بگیریم بعد من حرف. برو مامان برو کارتو برو خاله. خب بر من تعریف کن تا مامان بیاد. خب بذار بیاد بعد یه هایی بگم. حالا چه اشکالی داره مامان اومد یه بار دیگه؟ نمیتونم دوبار بگم خسته میشم. آخه خاله چرا داد میزنه؟ قربون شکلت برم. خب این بابا برم آدم اعصاب نمیذاره که. من آدم بسیار آرومی هم، ببین چیکار میکنه منو به این روز میندازه. کاملا مشخصه. این قادر من از بچگی که آرزو داشت یکی رو پیدا کنه باش بازی کنه، از بس که تنها بود حالا زمین و زمان دارم با این بچه بازی میکنن، منم صاف افتادم وسط این بازی. دقیقا منم همینطور. آشفته به این خانم بگو من دیگه باش مدارا نمیکنم، فردا سند رو برده میاره میخوام برم محضر. تا الانم خیلی صبر کردم، از این به بعد دیگه بیخیال نمیشم، فقط سندمو میخوام. من که میدونم آقا بهشاد شما یه آدامسو یه ما به جویی بی خیالش نمیشی، تازه به فکر بازیافتش بیفتی. میدونم بی خیال سندت نمیشی. بابا سندتو میارم خیالت دخت. بیا آبجی نمسیم کارت گوشیش کو. نه خاله جان فقط به من همین سیم کارت داده بود. گوشیش که مال افسانه است. خیالم راحت بشه. آره خیالم راحت شد. خدا بشه. ای آره چی چی قرار بود بگی؟ آره بگی به ماجرای نگارو خرم بگی. آه راست یادم رفت بود. قول میدی بشکی نه قول 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 شال قول دادی نه بگی خاله به این سفتی قول قول دیگه بگو دیگه چون بشکی نه نه نگار بچه واقعی حبیب آقا دلبرخان نیست، بزرگش کرد. نه بگو جان خاطر جان افسانه خاله چیه؟ آبجی پس بچه کیه؟ دیگه اون در نشستای آتی معلوم میشه. بین خودمونا بریم تو بابا بریم تو دیگه. خاله من ضعف اعصاب گرفتم با تو. بگیرم دیگه بیکل تکه خونشه. خیلی خوب، فردا میری سند و بر من میگیری میاری. ها یعنی چی؟ یعنی چی نداره سند بهشاده دیگه. تازه الانم گیر داده میگه بیا مغازه رو بخریم ما هم دیگه شریک شیم. خب این که خیلی خوبه. چی خیلی خوبه؟ اگه شریک خوب بود که خدا هم شریک داشت. بلیش آدم قدی من بود پیر شد چکشم. یاد میمونه ها سرادو میره میگیری میاری، اگر هم که با رئیست رو در واسه داری میخوای خودم بلنشم بیام اونجا سرادو بگیرم ازش. نه 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 بای بای ما کی میکنی؟ نه نه منظورم اینه که نه خودم یک کاریش میکنم، همه هنگیش میکنم. خیلی خوب. اما اونجوری تابلو نگاه نکن، بیا پایین. اما جون من یا
بیام همین زشه یه عرض ادب یه سلامی بکنیم. بابا چه عرض ادبی؟ همون عرض ادب نیه. همون جانم بیا پایین. همون میبینت ات خاله. بابا دلخور میشه. بابا چی دلخور میشه؟ همون چ... خدا تو رو خدا. کاسه چی شد؟ اونم چه همه هنگ کردم. همین الان پشت پنجره دادم به نگار خانم. آه خیلی. چیم کار؟ آها بفهم. خداحافظ. خداحافظ. الان بری خونه حمید؟ دیگه من که به غیر از اونجا جایی ندارم. چی جوری میری؟ پول که ندارم، گشتم که هستم، پیاده از همین ور میرم. خب از این ور که نزدیکتره. خدافظی. رفتش رفته. رفت. این کجا داره میره؟ خدا قادر، قادر. سیم کارت تو دیگه هم قرمونه تو برو هم بزن آقا بشین بریم آفرین ببین بیا بیا همینجا بیا همینجا مستقیم یه پایین من در میدون وایستدم منو میبینی آره 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 بیا ماشین شیشه بره است آره ببین تو نگاه کن به گوشی تو ببین یه موقع زنگ نزن سفارش بده بابا اونقدی که من تا به این نگاه کردم به خودم تو آینه نگاه نکردم بابا یه جور نگاه آنتن بده اینقدر چرا بس کن بابا این هاشین داره آنتن میده من شانس دارم ببین قادر جان جانم امو جان بی بلا من میگم یه دونه از این سنگای متولد بده تو گردنت برات شانس میاره جدی دست از این درد نکنه شما هم داری دارم متغیره ولی از زمانی که اومدی تو زندگیمون سنگ متولد شده سنگ تواله باحال گفت این شیشی کسی هنوز سر جاشه یعنی به کسی زنگ نزدن بیاد عوضش کنه بی خودی نمیخواد بگی یعنی ترجمه نکن گزیده گوی کندور کندور آفرین ببین هنوز که هنوز دود از کندور بلند میشه آقا حواست به من باشه مطمئنی روز تعطیل کسی رفت آمد نره تو شرکت آقا من چند سال دارم اینجا کار میکنم روزای تعطیل غیر از یه نگهبان هیچ کسی نی خیالت راحت خیلی خوب نگهبان مهم نیست همین الان سرقت شروع آقا آقا باشه باشه از همین اول یه چیزی بگم اینو تو گوشتون فرو کنه ما سرقت نمی کنیم ما داریم این پولمونو بگیریم حقمونو بگیریم برای ما سرقته من از بابام پول تو جیبی میگرفتم سرقت بود آقا باشه شما هر چی فکر کن فکرت بلند نگو آقا چرا چیزی به این زنگ نمیزنه میخوای خودت زنگ بزنی میگه آقا شیشاتون شکسته من بیام عوض کنم برف دادی پارو کنم چه فکر خوبی شما رشنده بگو زنگ بزنم تو جوری یه چیزی رو بهت میگم ای بابا داداش عصبی نشو دیگه آقا دو تا آدم حرفه‌ای رو آوردین اینجا علف کردین بیکاری حوصله‌مون سر میره من نگاه بله اینقدر اینجا حرفه‌ای نکن حالا تو میگیرم ها من خودم قناری میارم رنگ میکنم به جای کلاغ میپوشم داداش این داره پشت رو میگه عمود برای اینکه زبدم سیاه قلمه کنتست کنتر خوب اومد آخه دست خانوی همه عاشق شما میگه بله خب نه اون باحال میگه آقا شما بیاین بشین بریم ماشین بریم بالا من بهتون میگم شین اون دستمزد دیروز باید پیجر همون میگیرم نه نه جلو دوباره بریم پیج دستو بده تا نه آقا بیا برو بشین تو ماشین شما کارتو خوب انجام بده من خودم شینی توپو میذارم کف دستی خوبه آقا بفهمید چی میگی آقا بیاین دیره من رئیسم بی خودی نگو ما چیکار کنیم چیکار نکنیم آقا شما رئیس آقای رئیس من یه چیزایی این شرکت میدونم که هیچ کدوم شما نمیدونید خب بذار من این بخش رو مدیریت کنم بعد من خودم تا آخر رئیس صدا دو کنم باشه رئیس رئیسم همیشه رئیس ببین جمشید خان جسارتا شما همه شرکت واکاوی نکردی چیکار نکردی واکاوی حد دکتر رو در رای رسمن نمیخواد توضیح بدی آقا بفرمین بشینی خیلی خوب الان خودم میگم آقا جمشید و دعاشش سوار وانت میشن تو کارو رو سری آقا برو خودت گفتی برو بشین قادر یعنی یه جوری میزنم لیت میکنم قادر یه جوری میزنم آقا این چیه هیچ کی اجازه تکون نخوره اون ماشینه بشین اون ماشین شیشه بریان چیه ای بابا این با توه نه بابا چی نه بابا خبر ندارم ای بابا آقا باشه شما بشینیم بریم من درستش میکنم آقا چیکار داریم ما بشینیم من میگم چیکار کنیم چیکار نکنیم آقا نشینیم بریم هر کاری میکنیم بکن برو خیلی خوب برو تو همه کارا رو سری کن ما نشستیم بریم باشه برو برو برو
چی به تو بگم؟ برو بشین میشه عمو. برو درستش کن. برو بشین تو ماشینم پایی بیاده میشه. دارم خواهد بگیرم درستش کنم. آقا شما زنگ زده بود برای شیشه؟ بله بله برای اینجا بله. یه لحظه بیاین جلو بیاین جلو. بیاین جلو. بیا 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 خوبه 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 انجام آقا بله دست شما در کار ما حل شد دیگه کنسل شد دیگه نمیشه کنسل شد مگه چی آب کنسل بشه داده چه من شیشه رو بریدم آقا جون باشه آقا من پولشو بهت میدم هرچی آقا پول چیه من شیشه‌مو بریدم باشه 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 آقا به بنداز یه جوری بیا چقدر میشه آقا بیا یه سن همش مال خودت آقا آخه من شیشه‌مو بریدم خدا اشکال نداره آقا دیگه کار دیگه بفهمید دیگه بفهمید آقا ببخشید ببخشید آقا اشتباه شد بفهمید آقا است چی قفاری بفر ببخش ببین فقط رفتی تو بگو فامیلی قفاری یا قفاری خودم میدونم چی بگم از کجا میدونستی؟ میگم جمشید قفاری هم از شیشه باری بابا اسم کوچیکت رو نمیخواد بگی فقط... آقا من جمشید رو میگم بابا ساکت برو هر چی میخوای بگی برو بگو بابا تو کجا میای؟ الان بیا بابا بشین بابا بشین همینجا بشین اینجا نرو آن افتر چی دادش؟ بیا سمت چپ منو نگاه کن به گوت رفتیم این همه مانیتور داره داداش اون مانیتوره اونایی که توشه دوربینه بچه‌ام خیالی نیست جانم بفرمایید سلام قربان سلام جمشید قفاری هستم اینم داش سلام باشه امرتون آقا داداش امرتون بله خودتون تماس گرفتین قفاری هستم شیشه بر شیشه بر شیشه انداز آ بله آقای قفاری بفرمایید طبقه سوم آسانسورم اونجاست دستتون درد نکنه ببخشید من با آسانسور که میرم نفسم تنگ میشه اپله راحت تره بفهم قفاری هست بیشور ما آمدیم دوربینا رو ببینیم داری با آسانسور میری داشت میگه از نیست مانی از ایش رو فلجش میکنه نه نه خواب حواست جمع باشه یه دونه همون بالا رو سقفه نه اون سیستم اطفاع حریقه یه 125 نه آتششون یه 125 سلام مادر سلام ببخشید اگه من اون روز اونجوری از خونه رفتم بیرون حالم خوب نبود اصلا یعنی شوکه بودم که هنوزم هستم الانم اگه شما اجازه بدین من میخوام قصه خودم رو بشنوم دیگه حالا من بعدا صحبت میکنم از ما؟ خب معلومه دیگه قصه شنگول و منگول نیست که همه بدونن حبه انگور تو ساعته خب شما باید بگین دیگه البته ببخشید من میرم تو اتاق باشید نه خواهش بگو آخه میدونی مادر تو بگو میدونی نگاه جون من مادر دو سال از ازدواجمون گذشته بود که پچه پچه خانواده ها شروع شد که شما چرا بچه دار نمیشی خدا بیامرز مادرم خیلی حساس بود خیلی سختگیر بود روی این موضوع رو حبیب خیلی حساسیت داشت نه که تعتقالش بود
براش خیلی عزیز بود. یه نمیگی حرف بزن تو. برای چی میپری و از خودم نمیگیره؟ بگو. ببخش. گیری کردیم. هیچی. خلاصه گوشی کنایه ها شروع شد که شما دست به کار بشین. من و مادرتم شروع کردیم به دوا درمون. رفتیم سراغ سنتی و حکیم و این بر اون بر. آخرش هم افاقه نکرد دختر من. هیچی به هیچی. مادرشون اون موقع مثل حالا نبود. مادرش آسین زده بود بالا که بره براش زن بگیره. مادر رحمتشون. حتی بدون اینکه من بدونم براش خواستگاری هم رفته بودن. اما چون بابات یعنی حبیب منو دوست داشت به پام وایستاد. بعدم به خاطر این موضوع خانوادش ما رو طرد کردن و ما رفتیم یه زیرزمین اجاره کردیم و با هم زندگی میکردیم. بعد یه مدت دیدیم دلمون بچه میخواد. تقاضا دادیم اما شرایطش خیلی سخت بود. میشه قصه منو بگید لطفا؟ بگو دیگه. شما بگو. نه مرهشم بگو دیگه. تا آقا چه نمیگی؟ من نمیتونم. بگو. خلاصه نگار جون موقع بمباران تهران بود سوار ماشین شدم از مغازه خیاطی میامدم طرف خونه. یه دفعه آژیر قرمز زدم. ماشین رو بزدم بغل نگه دارم. دیدم یه خانم اونجا رو وایستاده بچه بغل داره دست تکون میده. کمک میخواست. رفتم جلوش وایستادم خودشو. با یه وضعیت نزاری رسون با ماشین با بدبختی سوار ماشین شد و ازش پرسیدم چیه؟ چی شده؟ دیدم نمیتونه حرف بزنه. اصلا حال نداشت. بی حال بود. انگار چیزایی میگفت حس کردم میخواد یه آدرسی بده. میخواد جایی بره. میخواد راجع به کسی حرف بزنه. تو همین شرط خیلی بد بود. یه دفعه از خار رفت. منم سری پا بودشم رو بازو رسوندمش بیمارستان. بردنش اورژانس. بعد یه ده دقیقه رو خبر آوردن که فوت کرد. من نمیدونم تو راه فوت کرده بود اونجا فوت کرده بود. فقط چشمم به تو افتاد. دیدم داری گریه میکنی. بغل من هستی. ناراحتی. داری زار میزنی. نمیدونم چرا اون لحظه احساس کردم من بچه خودمی. خلاصه تو اون وضعیت نمیدونستم باید چیکار کنم. زنگ زدم به دلبر. این وسط تو رو داشتیم و یه کیف از مادرت که نه آدرس و نشونی داشت نه چیزی. فقط یه دونه عکس بود توش از اون خدا بیاموز. همین. چند روز من و حبیب رفتیم همون اطرافی که مادر خدا بیاموز تو سوار کرده بود. گشتیم و عکس رو نشون دادیم. کسی نشناخت. فقط یه خانومی شناخت. گفت چند وقت از اینجا اساس کشی کردن رفتن. یه آدرسی بهمون داد. رفتیم. نه اون آدرس رو پیدا کردیم. نه دیگه اون خانومی که آدرس داده بود. نشونی تو محل جا گذاشتین تا اگه کسی اومد سراغ تو گرفت بفرستنش پیش ما که اونم کسی نیومد. ما هم از خدا خواسته. تو رو پیش خودمون نگه داشتیم. راستش یعنی به فال نیک گرفتیم. گفتم دیگه خب خواست خدا بودی که تو پیش ما باشی دیگه. تو هم هر روز بزرگتر میشدی. بیشتر دل ما رو میبردی. تو اینکه یواش یواش زبون با کردی و به من گفتی ماما. دیگه اون موقع شدی بچه خودم. بابا زنگ در خونه رو که میزدن من و مادر بیچارت این بی تنمون میلرزی. این شما حتی سعی نکردین خانواده من رو پیدا کنی؟ نگار دل بستد شده بودیم. شده بودی تمام زندگیمون. حتی تصور اینکه یک لحظه من و مادر بدون تو زندگی بکنیم برامون دیوونه کننده بود.
اسم مامانم چی بود؟ اون خانمی که عکس مامانت رو دید شناخت، گفت اسمش قمر خانم بود. کجا دفنش کردن؟ نمیدونم، پیدا کردنش کار سختیه. وقتی فوت کرد که دفنش نکردن، نگرش داشتن یه مدت ببینن کس و کاری میاد سراغش نمیاد. ولی به هر حال غیر ممکن نیست، فکر کنم میشه این کار کرد. بابام چی؟ بابات هیچ وقت پیداش نشد. هیچ. برای اگه زنده بود یه سراغی ازت میگرفت دیگه. نمیگرفت؟ شاید زنده باشه، همونجوری که من تا الان خبر نداشتم ازش، اونم از من خبر نداشته باشه. حالا میخوای چی کار کنی دخترم؟ میخوام پیداشون کنم. باشه، ما هم کمکت میکنیم، اما بذار بعد عروسی. میخوام تو قبل از عروسی بفهمم من کیم. میخوام اگه کس و کاری دارم شب عروسیم کنارم باشن. ببخشیدا، میدونم الان شرط مناسبی نیست براتون، ولی میخواستم بپرسم اگه الان خانواده واقعیش پیدا بشن، ما باید رضایت اونا رو بگیریم؟ یعنی اونا هم شرط و شروط جدید میذارن برای همین؟ اینکی تو؟ با کی؟ چی میگی؟ جوون آها، اینا چرا انقدر لفتش میدن؟ بابا رفته پنجره اندازه بگیرن دیگه. بابا این کار کوچیک است واسه اینا. اینا خیلی کارشون درسته، یعنی گله یک یکشون تکه. باشین تو کار سپردی دست من دیگه، بشین نگاه کن. ببین بوجود، تنها کسی که میشینه کارش را میفته مرده. فهمیدی؟ پس ساکت باش. اینجا چی کار میکنه؟ کی؟ خرمگز معرکه بهشاد این گردن زیگی چی میاد اینجا؟ ای وای من دق شدم. این اینجا چی کار میکنه؟ خودم گفتم. خب منم در تایید فرمایشت تو دارم میگم دیگه. وای دوشی خان داره میری تو؟ سرام جان بابا، من که از پشت تلفن نمیتونم دیکتیه تو رو تصحیح کنم. بده مامان انجام ده. بده قربونه جانم. بفرم. سلام علیکم. سلام علیکم. اومدم دومادم رو ببینم، قادر پیش دست. آم بله میشناسم. میشه بیزمت اگه سر شلوغ دی صداش کنی بیاد؟ از کجا صداش کنم بیاد؟ داری منو سوژه می‌کنی؟ مردی سر تو این شرکت کار می‌کنه، از من می‌پرسی؟ آقا دورت بگردم. اولا که امروز شرکت تعطیله، کلون کارمندای شرکت هم نیستن. چه برسه به این بنده خدا که از وقتی با پلیس نامحسوس تصادف کرد، اصلا شرکت راش نمیدن. آقا کجا؟ آقا ما شما کجا میرید؟ شما بعد گذاشتی که همه ملاقاتات روز تعطیل انجام بدی. میگم الان ایشکی اینجا نیست. اون بنده خدا خیلی وقت رفته مأموریت. بفرمایید. چه مأموریتی؟ گمونم مأموریتش خیلی سنگین باشه. یه چند وقتی اساساً از هیچ خبری نیست. بعدش هم ممنون دارتم. اونا به من نگهبان جز که نمیگن چه مأموریتی. به همین دیگه، چون نگهبان جزئی بهت نمیگن در جریان نیستی. ببین، قادر پیشتاد با حمید خاصار پسر خاله. بله میدونم. چند وقته با همه. مدتی هم از که اومدی تو این شرکت شده مسئول امور مالی شرکت. کی؟ قادر؟ بله. اون بنده خدا نمیتونه مسئول امور جاری زندگی خودش باشه، چه برسه به اینکه مسئول امور مالی شرکت باشه. این چه حرفی میزنی مرد حسابی؟ من خودم چند وقت پیش اومدم اینجا دیدمش، دقیقاً جای شما وایساده بود، همه کارهای شرکت هم ریخته بودن سر اون. آقا شما داری اشتباه میکنی، دارت بگردم. اونی که داده بودن دستش یه چوب بود که بره از توالت سویچ ماشین آقای خواستار رو در بیاره. بعدش هم اون روز من رفته بودم خونه خانم مفاخری برای اساس کشی کمکشون. شما برای حسب تصادف تشریف آوردی اینجا، فکر کردی آقا برای خودش کاره ایه. جوونن دیگه، برای فامیل زنش کپی میاد.
یعنی قادر پیشدست اینجا کاری نیست، کاری نمیکنه. آخه این فامیلی شما اصلا کاری هم بلده؟ بیا 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 آقا من شده بیا جواب بده با تو کار داره. بابا به تو زنگ زده من شده جواب بدم. آقا من نمیتونم جواب بدم. اومد بیرون زفی که داری میاد نیست سرکو به دوست خاطر. آقا داره زنگ میزنه. بابا از همون دروغه که همیشه میگیری که جواب بده دیگه. بابا من نمیتونم. بابا جواب بده، این گردن زگیل ولکن بابله نیستش. بله کاری میکنی که آلمان نازی با لحسانم نکرده شما آرمون. آقا من نمیتونم، من فشار به میاد زینم میفول میکنه. چی؟ بونجلو افول کرده، الان زنگ میزنه به مادر دونم میکشونه اونجا. اون موقع دست سفیر سوال هم کاری بر نمیاد. همین بانکیمون باش فیرخ سجه بجابه. الو الو سلام آقا بهشت. سلام، حال شما چطوره؟ از این طرف ها خوبی؟ شما خسته نباشی واقعا. کجایی؟ عادی باش عادی باش. من بیرونم، بیرون شرکتم اومدم ماموریت. چه جور ماموریتی است؟ چطور مگه اتفاقی افتاده؟ نه از اون کنجکاوی پرسیدم همینجوری. اشکالی داره؟ نه اتفاقا من خیلی هم راضی هم که پدر خانومم ضربان قلبش اینقدر برای دامادش تون تون میزنه. میدونین حمید برای حمید از طرف خانوم مفاخری یه ماموریت ویژه داره، بعد من گفتم که منم بیام کمکش کنم. در واقع اصلا اینجوری برای توضیح بودم که این ماموریت منه، ولی خب گفتم حمید تفلکی دیگه گناه داره دیگه، اونم بیاد کمکم کنه. ولی شما دیدیش هیچ وقت بروش نیافت. بعد این ماموریت در رابطه با چی ها؟ ببینین این ماموریت مالی شما که میدونین در جریان هستیم، من مسئول امور مالی شرکت شدم. یعنی تمام چکوسفته ها دست منه، من همه اینا رو جا به جا میکنم. ما این روز تعطیله، حتی روزای تعطیل با این شرکت های خارج هم نیست مراودات مالی داریم. حتی یعنی ما برای اون روز تعطیل هم دیگه نمونده دیگه. به خاطر همین همه اینا در راستای انجام دادن تعهداتی اخلاقی که پیش شما داریم. آها باریکلا، تازه داری جنم ارزد رو نشون میده، اون چیزی که من دوست دارم. بعد این چک و زفته هایی که میگیرین جنس هم میدین؟ جنس؟ چه جنسی؟ هیچی، همینجوری پرسیدم. نه ما فقط چک بانکی نقدی، چک نقد میکنیم، دنبال کارهای مالی هستیم، جنسی تو کار نیست. آره دیگه، شما که اصلا تو کار خورده فروشی نیستین و بیشتر عمده کار میکنین. عمده هم به هر حال جنس هم گرون شده، باید چک و سفته بگیرین دیگه. نه 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 نه، فقط چک نقدی. باریکلا باریکلا، موفق باشی بابا، موفق باشی. خیلی قربان بابا. چقدر کشش میدی تو؟ خود کنم میری، خود کنم، خود کنم، خود کنم، خود کنم، خود کنم، خود کنم، همین تو زبرو ماشین شد داری میخوی برا. خیلی خوب، برا هم میاد بده بپیچه. کجا؟ شیشه چی شد پس؟ اون که خیالت راحت، رفتیم اندازه گرفتیم، الان میریم میبریم میاریم. که اندازش کنیم بیاریم بندازیم جاش بره. شما چه جور شیشه بری هستین؟ شیشه همراتون نیست؟ عفاری هستم قربان. ببخشید شما توقع داری اگه یه مغنی تو خیابون دیدی یه دونه هم چاه زیر بغلش زده باشه؟ تمام شد رفت. همچی کتره ای که نیست آج من. ما شیشه به شیشه رو بگیریم دم دستمون، حالا ببره نبره دستمونو، یا یه سنگی بیاد بخوره بهش شیشه به گتر بره. شما این گتر رفت الان خسارت میدی؟ حرفت حسابه، فقط ممنون دارتون میشم اگه خیلی سریع برگرد. یعنی چی همونو داره؟ تشکر کردی؟ چیکار میکنی؟ تشکر کردی؟ من به زنگ میزنم. داداش بالا اینجا هست. نه نمیخواد بانه. گوش بده، گوشه قدر خوب باشه، من به زنگ میزنم دیگه. چه خبرته بابا؟ من چه خبرم یا تو چه خبرته وسط خیابون تلفن حرف میزنی؟ گوشه رو قطع کن، من به زنگ میزنم. اینجا وسط خیابونی یا وسط پیاده رو؟ با دست با من حرف نزن. داداش داره با دست حرف میزنه؟ کوری داره با دست حرف میزنه. بریم بابا، بیا بریم داداش. شیشه چیکار کنیم؟ شیشه رو باید بخریم. میگم داداشای گلم. میشه لحظه صبر کنیم؟ این تنش میخوره ها. فرمایش میگم شما تو همین شرکت کار میکنی؟ به شما ربطی داره؟ به من ربطی نداره، دیدم صحبت شیشه میکردی،
گفتم ما هم دریابید. شیشه میخوای شما؟ چه جور چه قیمت؟ وای 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 رفت چی رفت داره با اون دوتا حرف میزنه؟ اگه بفرما برای این دوتا سند گذاشیم یه بیچاره میشین. بابا چرا قبل بیسی بس میکنین و حق کجا میخواد بفرمه؟ امکان نداره. حرف بی خود نزد تو، از هز آلو تو دهنم خیز نمیمونه. لابد همه چی رو از این گوزاشی که به دست زنه زنه تبرم به باباش کن. بله این گردن سیگیر الان باز مغازه باشه، نه اینجا. بابا بدون پرویز خان، بدون حمید، اگه من لام تو کم حرفی زده باشم یعنی قادر دلم خود بگیرم خفت کنم. آخه چرا مگه من زن زلیلم؟ هر اتفاق میفته ببرم میذارم کف دست زنم. ببین بمجول، آدم باید با زنش رو راست باشه، همه چیه باید گفت. من نفهمیدم بالاخره باید بزنم بگم یا نباید بگم؟ اینقدر زنم نکن، چه هنوز زنت نشده که زنم. آخه تو این بیشوهری من نمیدونم، اونا میخوان شوهر بهترم من برای افسانه پیدا کنن. من افسانه ازدواجم 100% ولی دور نیست، یکم این بر اون بر میشه ولی به رفتر ازدواج. ببین منظور از کمبود شوهر یعنی یه مرد جلتلمند و خوشقیافه، خوشمو، دست به جیب، حقوقدار، ماشیندار، خونه‌دار، ویلاداره. نه مثل تو آسفاس ناقص العقل. حرف مفت من ناقص العقل. همش داری. نه من ناقص العقل. اونا میبینن خوبه من ناقص العقل. آره تو ناقص العقل. آخه ساکت چه دقیقه بگیر شماره جمشیدو. من نمیگیرم. میگم من ناقص العقل هم نمیگیرم. ببین میذارم اون یه ذره عقلتو دست بده شماره جمشیدو بگیر. بذارم جربه سر کنم. میبینن متوجه میشن. آخه میبینن. بیا پایین برو. ببین شیشهش میخوام قاطی نداشته باشه دیگه، صاف و شفاف بدون خار. آه شیشه صاف میخوام. بعد تو توالت نمیخوای بزنی؟ تو توالت واسه چی؟ آه آقا شیشه های ما تو توالت میزنن دیگه. نداداش جان ببخشی یه لحظه واسه. آه جونم ببین علی مشتریه همه رو رد نکنی. نه مشتری نیست، یه لحظه شما ما ناخالصی نداره. توضیح بده بزن چی میگی؟ اصلا به رو خود نداره، اون میگه رو به دو تیه پدر زن منه، یعنی همونی که قراره بعدا بشه پدر زن من. بگوشید بهش دیگه سخولو بهش کن، دست بزن ایچ کن، بگش بره بگش بره اون بره. بابا بهش بگو، بهش بگی برم اون بر، چرا داره میاد این بر؟ بهش بگو بره اون بر، چرا داره میاد این بر؟ بابا بگو چونه مامانت بفرستش سمت وانه. ببین جوری مامانت بفرستش سمت وانه. آه حاضر حاضر. من نیام دیگه، کجا داری من رو بیاریش؟ بیا برو بگی بیا من اینجا بایستدم دیگه. اتفاقا الان ساقی اصل کاریه زنگ زده بود برام بخود کنار دو دو خفه شو وسط خیابون. خوب جایی اومدی، همه رقم شیشه ما داریم، کلوخی بخوای، شکری بخوای، شمشیری بخوای، در خدمتم. داداش به قیافش نمیخوره این کلوشا. یعنی چی به قیافش نمیخوره؟ خیلی هم به قیافه میخوره. داداش من یه مدت طولانی واسه خودم میکشیدم. خب بعد ترک کردم. الان تازه شروع کردم. آفرین. خوب کاری کردی، شروع کردی. ببین داداش زندگی دو روزه. یه روزش اگه نکشیدی، روز دومش حتما باید بکشی. بفرمایید تو وانت هست هر چی میخوای بردا بکش. دمت گرم بابا، شما با وانت میفروشی؟ بله. این چیه؟ شیشه است دیگه، دوجه داره، رنگی، مشجر، مات. مرد حسابی منو سوژه کردی؟ نخه مرد حسابی تو ما رو سوژه کردی. ببخشید به این قیافه و ادبیات و لحن من میخوره من خلافکار بچم؟ داداش داره بهم بر میخوره، بزنم جلو پنجرهش بیرم پایین. سنش بالاتر از تو، خجالت بکش. پس ما چی رفته بودیم تو این شرکت؟ آها قفاری هستم، شیشه بر، شیشه بر، شیشه انداز. رفتیم اندازش کردیم که بیاریم بندازیمش جاش. از نظر شما اشکالی داره؟ با شما هم یعنی از نظر شما اشکالی داره؟ نه او اشکالی نداره، فقط یه سوء تفاهم. خداحافظ شما. آی ساینم ببین یه لحظه گوشتو بگی داداش. گفتم بچه گوششو بگیره جلو بچه کنفت نشی. داداش یه سن دو سال خودتو نگاه کن، شما با این سن دو سال دلان باید نوتو بذاری رو پاد. تاپ تاپ خمیر، شیشه و پنیر، دست کی بالا، منه منه کله گنده بازی کن. داداش برداره؟ نه بذار رو گوشت باشه، شیشه بدبتاییه، بیافتی توش به گت رفتی. گت چیه؟ یعنی به فنا رفتن. نه تو میشنفی؟ نه برو گمشه سار با شیشه. برو گفتم خدمت عرض کرده باشم. برو داشتم، برو بعد متاییه، برو خدا باش با بده تو، برو تو بگر اقب، برو فکشتا بده دنده رو زیرت دیگه، بزه ماشینه بره بعد برو.